حالا صدای نبض زندگی به گوش میرسه. جمع بانوان روستاییه با هنر دستاشون. گلیم بافی، قالی، ریسندگی. اینجا روستایی قدیمی بورزکان در بخش میمنده. کارم دامداریه. پارسال همین موقع ها بود که برای تهیه گزارش از مشکلات به این روستا رفتیم. یه جورای قفل زدن سرش. سکوت روستا رو فرا گرفته بود. خشکسالی بیبی زینب رو با تنهایی همنشین کرده بود. بچه‌هاتون رفتن؟ ها. چرا رفتن؟ این دکار نیست رفته. جمعیتشون از 170 خانوار به 35 خانوار رسیده بود. مهاجرت کردن و همه حاشیه شهر و روستا شهراش رفتن، به اونجا هم زندگی خوبی ندارن. اما رسیدن به بنبست در شهر امورت واقعا گذراندنی نبود. قصه یه تلخ مهاجرتشون رو با برگشت به روستا شیرین کرد. باز به دعوت اهالی به این روستا سر زدیم. رامین، جوان 27 ساله، اهل همین روستا. فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی از دانشگاه فیروزآباد هستم. برگشتم به روستای کارگاه پرورش مرغ بومی رو با سرمایه نزدیک به 12 تومان شروع کردم. رامین سرمایه‌اش رو 5 برابر کرد و 1800 قطع جوجه پرورش میده. از اینکه برگشتم روستام پشیمون نیستم. کمی آن طرف‌تر در همسایگی رامین، آقای بازیاری هم در کنار کشاورزی دامداری کوچکی رو تازه راه انداخته. سر از دام خریدم، گاو شیری. هر رأسی فعلا 15 کیلو شیر بهم میدن. الحمدلله خدا را شکر اموراتم میگذره. اهالی روستای بورزکان حالا در تدارک تحولی عظیمن. احداث باغ هنجی. متوجه شدیم که تو روستا دارش کلاسایی برگزار میشه درباره باغ و کشتای زراعت و اینا. دیگه تصمیم گرفتیم برگشتیم به روستای خودمون. نهال انجیر دیم قراره در 100 هکتار از زمین های این روستا به همت تمامی اهالی کاشته بشه. منطقه میتونه به حالت همون سرسبزی گذشتش برگرده. گام بعدی که پای دکتر عشقی، عضو هیئت علمی واحد باغبانی دانشگاه شیراز و البته اهل همین روستا رو به اینجا باز کرده، احداث گلخانه و دامپروری نوین با همکاری سرمایه‌گذار خارجیه. یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه دلف هلند اینجا تشریف داشتن و از هر نظر مطالعه کردن به لحاظ اقلیمی، خاک، بافت اجتماعی و همه اینها و انشالله امیدواریم که این منطقه انتخاب بشه برای کشاورزی و دامپروری نوین. جمع روستاییان حالا با این اقدامات اندک اندک پرشورتر میشه، دوره همین که نبض زندگیشون رو تندتر میکنه. حالا اهالی این روستا امیدوارن با رونق کشاورزی و کسب و کار بیش از 80% از آشناهاشون که روستا رو ترک کردن به اینجا بازگردن. محمد حسن شریف، خبرگزاری صدا و سیما، روستای بورزکان، بخش میمند، شهرستان فیروزآباد.